TEDx ملا صدرا استریت. به عمق درون، به بلندای خیال. خیال. فکر میکنم همه ما تا حالا تو زندگیمون واسمون پیش اومده باشه که یه سری خیالایی رو تو ذهنمون پرورونده باشیم. خیال دانشمند شدن، خیال قهرمان شدن، یا حتی خیال پولدار شدن. یادم میاد هنوز مدرسه نمیرفتم. البته مدرسه نمیرفتم که نمیشه گفت. حدود 3-4 سالم بود. با پدرم که میرفتم کوه، با هر قدمی که برمیداشتم، با شوق و ذوق از بابا میپرسیدم بابا، دیگه الان من کوهنورد واقعی شدم؟ این شوق از اونجا در من جوونه زد. تا اینکه 15 سالم شد. 15 سالگی سنیه که به صورت قانونی میشه کوهنوردی رو شروع کرد. تا 15 سالگی ورزش‌های قهرمانی زیادی رو تجربه کرده بودم کنار درس خوندن و جنبه‌های دیگه زندگی. میتونم بگم یکی از اولین جاذبه‌هایی که کوهنوردی برای من داشت تحقق شعر زیبای سهراب سپهری بود که میگه کوله بارم بردوش من خدا را دارم سفری بی همراه. البته با این تفاوت که این بار با همراهه، اونم نه دو سه نفر، یه تیم. یه تیم که برای چندین روز کنار همدیگه زندگی میکنیم. برای چندین روز و برای یک عمر روحتون به روح هم گره میخوره. یه تیمی که واقعا میشین یه خانواده. شاید برای خیلیایی که عادت دارن از پشت پنجره بشینن زیبایی‌های برف رو تماشا کنن در کنار یه فنجون قهوه و شومینه، این سوال پیش اومده باشه خب چه کاریه این همه سختی و بیچارگی و گرسنگی و تشنگی رو تو سرما تحمل کنیم برسیم به بالا که چی بشه؟ خب شاید برای کسی که لذت رسیدن به اوج و قله رو تجربه نکرده باشه این یه چیز خیلی طبیعی باشه. اما منی که با طبیعت انس گرفتم و باش زندگی کردم یه تعبیر متفاوتی از این داستان دارم. تعبیرم متفاوته چون باهاش زندگی کردم، چون لمسش کردم، زیباییاشو درک کردم، فهمیدم که طبیعت یعنی چی. حالا توی این مسیری که توی زندگیم انتخاب کردم، توی این روش زندگی یه درسای خیلی ظریفی نهفته است که میتونه مسیر زندگی آدمو یه جاهای عوض کنه. یه سری کلمه ها رو شاید من فقط توی کتابا خونده بودم، یه کلمه مثل همبستگی، ولی اینجا بود که فهمیدم همبستگی یعنی چی. فهمیدم درد یک نفر درد هم است. اگر یکی پاش درد بگیره همه باید تاوانشو پس بدن. یا اینکه فهمیدم باید محکم باشی، اگه محکم نباشی میمونی، اگه محکم نباشی و استقامت نکنی نمیتونی به اوج برسی و باید ذلت پایین اومدن رو تحمل کنی، نه فقط توی کوه، حتی توی زندگی، تو جاهایی که برای اختراع، درس، خیلی فشارهای دیگه‌ای که تحمل شد توی زندگیم سعی کردم زمین نخورم، یا اگر زمین خوردم با هر بار زمین خوردنم بلند شم. این محکم بودن رو از کوه یاد گرفتم. خیلی خاطرهای قشنگی تو این روش زندگی تو دفتر خاطراتم نقاشی شد. شاید تا حالا پیش نیومده باشه براتون که فاصله مرگ و زندگی رو کمتر از یه تار مو ببینی. وقتی که به عنوان کوچکترین خانومی که تا حالا فنی‌ترین قله دنا رو صعود کرده از دیوارهایی که باید میرفتم بالا تا برسم به قله میرفتم بالا، یه دیواره عمودی بدون هیچ گونه وسیله، بدون تناب، چون جایی نبود که کارگاه ببندیم، بدون تناب میرفتیم بالا و پشت سرت یه دره بود. اگر با صبر، با آرامش و با فکر مسیر تو انتخاب نمی کردی ممکن بود دیگه نباشی. و دونه دونه این سنگایی که از زیر پام سر می خورد تا این مسیر رو برم بالا، این فکر رو تو ذهن من تداعی می کرد که اگه نباشم چی میشه. و شوق و امید به زندگی بود که باعث می شد به من یاد بده بحرانی که توش گیر افتادم و مدیریت کنم. یا این که مثلا نمیدونم واسه تون پیش اومده باشه بلیت قطار داشته باشین اما تو قطار جایی برای نشستن نداشته باشین. چرا؟ چون یکی قبل از شما با یه خروس زیر بغلش و یه بچه کنار دستش سر جاتون خوابش برده. یکی از اولین برنامه هایی که رفتم آبشار شوی بود، یکی از بکرترین مناطق ایران. میتونم بگم مردم اونجا حدود 4-5 نفرشون تا حالا شهر رو دیده بودن.
تنها آبی که اونجا رد میشد آب یه چشمه بود که با یه سر بطری شده بود آب شرب یه منطقه مسکونی. مردم آب و برق و گاز نداشتن. خیلی چیزای جالبی دیدم که واقعا حس میکنم مسیر زندگیمو تغییر داد، نه تنها توی ورزش. و وقتی که جایی رو برای شبمانی توی آبشار شوی انتخاب کردیم، صبح که بیدار شدم یه عقرب کوچیک جلوی کیسه خوابم داشت من رو نگاه میکرد که من بیدار شم. یا یعنی اینکه مثلا شده واسه تون تالا پیش بیاد توی کمتر از 15 ساعت انواع آب و هواهایی که فکر میکنین رو کره زمین ممکنه وجود داشته باشه رو تجربه کرده باشی. از بچگی همیشه دوست داشتم ابر رو بغل کنم یا بدونم بالای ابر چه اتفاقی میفته. وقتی که رسیدم شیرکوه یزد، اول مسیر خیلی هوا خوب، مناسب، آفتابی، همه چیز عالی. حرکت کردیم، کم کم رفتیم بالا، یه کوچولو ابری شد. رسیدیم به خط و رس، یه باد شدید میومد که قدرت اینو داشت که کاملا آدمو جابجا کنه. بادای شلاقی شیرکوه یزد کاملا معروفه. و بعدش نم نم بارون شروع شد، رفتیم توی پناهگاه که نهار بخوریم. بعد از صرف نهار اومدیم بیرون، برای ادامه راه یه تگرگ شدیدی گرفته بود و بعدش هم رسیدیم به یک سری ابری که من تونستم اونجا بغلشون کنم و اونجا بود که فهمیدم. همیشه فکر میکردم چجور میشه ابرا رو بغل کرد، چجوری میشه این کارو کرد و لمسش کردم. همیشه هم شنیده بودم گل یخ وجود داره، اما خار یخ رو نشنیده بودم، ولی خب اونجا دیدم به خاطر بادی که میومد و رطوبتی که اونجا وجود داشت، در جهت باد یه سری قندیل روی خارا بسته بود که خیلی جالب بود. حالا چی شد که من قارنورد شدم؟ به مرور زمان که توی این ورزش زندگی میکردم، یعنی با این ورزش زندگی میکردم، دوست داشتم یه کار تخصصی رو شروع کنم. استاد کوهنوردی من قارنورد بودن و خب توأم با قارشناسی این کار رو انجام میدادن که علمی تر باشه، در کنار اساتید محترم دانشگاه شیراز. و حالا اسم قار که میاد برای همه این لغت تداعی این رو میکنه، یک جای تنگ و تاریک و نمور و بیروح و... ولی وقتی که من وارد این محیط شدم و شناختمش، فهمیدم که میشه بهش گفت بهشت زیر زمین. یه جایی که فکر میکنی شاید اونقدری تأثیر نداشته باشه تو زندگی هیچ کس، ولی بعد از این که شناختم فهمیدم ریسترین موجوداتی که توی غارها وجود دارن میتونن روی زندگی بزرگترین چیزای ممکن خارج از غار تأثیر داشته باشن. یعنی که همه فکر میکنیم تزیینات غار به آستالاکتیت و آستالاگمیت خلاصه میشه، اما اینطور نیست. تو غار ما مروارید داریم، چیزای خیلی متفاوتتر که من این تعبیر رو براش انتخاب کردم برای غار، بهشت زیر زمین. و فهمیدم که چرا یکی مثل لیلا اسفندیاری، زنده یاد لیلا اسفندیاری، بعد از اینکه اورست غارهای دنیا، غار پروه کرمانشاه رو چند بار در نوردید، رؤیای کیتو رو تو سرش پروروند. چرا خواست بره به خشن‌ترین قله‌ای که توی دنیا موجوده و در نهایت هم توی ارتفاع 7500 متری، وقتی که داشت از یکی از بلندترین قلل دنیا برمیگشت، قلل گاشنبروم دو، اونجا آروم گرفت و گفت بذارید آرامگاه ابدی من بام دنیا باشه تا از اونجا بتونم به مردم نگاه کنم. و اینجا بود که فهمیدم تا شناخت به یه چیزی کامل نباشه نمیشه بهش عشق ورزید، یا نمیشه اصلا تشخیص داد حس واقعیت به اون چیزی که داری باهاش زندگی میکنی چیه. و واقعا این مسیری که توی زندگیم انتخاب کردم به نظرم فقط یه مسیر، یک ورزش نبود برای تقویت بدن، فقط نبود، یه روش زندگی بود. یه روش زندگی که یه دونه سیب بین تک تک اعضای تیم تقسیم میشه. توی این دنیایی که هممون با تکنولوژی درگیر شدیم و این تکنولوژی خیلی جاها خوبه اما خیلی جاها دردسر درست کرده، یه عشقی به زلالی چشمه و به سرسبزی جنگل واقعا ارزشمنده و میتونه خیلی جاها خستگی رو از تن آدم در بیاره.
وقتی هم که آدم خستگی از تنش در بیاد میتونه ابعاد دیگه زندگیش رو به خوبی پرورش بده. و در نهایت میتونم بگم که یکی از بهترین از این دیوانگی که کردم به قول ادموند هیلاری، یکی از بزرگترین کوهنوردای دنیا و اولین فاتح اورست که میگه کوهنوردی یه نوع دیوانگیه و من از این انتخابم و آغاز دیوانگیم در زندگیم واقعا خوشحالم و خیلی خودم خوشبخت میدونم که یک دیوانه شدم. هانه کوه بلند ای سراپا همه پهن، از تو این تجربه آموختم که نلرزد دنم است عرابه سنگین زبان. کاه بودن ننگ است، کوه باید بودن، کوه باید بودن. ممنونم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید و بسیار خوشحال و خرسندم که در خدمت شما و در جمع شما هستم. ممنونم از دید. ممنونم از دید.